بچه سلام، چطوری؟ دوستان که عالی باشید، رسپیس در خدمتتونم. با این ویدیو بریم سراغ قرعه پیوتی دبلیو این هفته که قراره توی دو تا اکانت پکش با هم دیگه بزنیم. دیروز کامل در مورد حالا این قرعه با هم دیگه صحبت کردیم و استات بازیکناش هم بررسی کردیم که چجوری بودن. هدف اصلی که من روی این قرعه دارم گرفتن فیل فودن بوستره. همه چی داره تقریبا. پنگ سال خفن اول پلیر رو داره، استاتاش که واقعا خیلی خوبن و همینطور بوستر هم داره. شوتینگ پلاس 3 بوسترش هستش که واقعا خیلی خوبه. هدف اصلی هم روی این پک همین فیل فودنه. حالا غیر از فیل فودن ما الکساندرو گارناچور هم داریم، ماتیوس کونیار هم داریم که اگه بگیریم اوکی هستن. دیمارکور هم داریم که حالا کراس اسپشیالیست واقعا به دردم میخوره. این که پلاس خیلی مگه بتونیم بگیریمش که خوبه، قبولش میکنیم، ولی نره سراغ لواندوفسکی. من لواندوفسکی بازی نمیدم. خلاصه خیلی کنده. پایینم که ما یه دونه جورجینیو داریم که اینم بوستر آمارش بدک نیست. بریم با هم دیگه پک باز کردن رو شروع بکنیم. قبلش لایک و کامنت سابسکرایب حتما اگه نزدی بزن که در حسابی گرم پارو بریم. تو این اکانت که هر چرت و بازی کنه ممکن از این پک میتونیم بکشیم بیرون. یه دونه شانس رایگان داریم و 300 تا سکه داریم. من تو این اکانت از قرعه هایی که اضافه کرده هنوز بازی کنه بوستر نتونستم بگیرم. ببین که میتونیم چیکار بکنیم. فقط باید بره سراغ انگلیس و فیل فودن بهم بده. تلاش رایگان. ببین که میتونیم چیکار بکنیم. 3-2-1 بریم برای گرفتن فیل فودن. فقط برو لیگ انگلیس، فقط برو لیگ انگلیس کنم، خواهش میکنم. خب ورزشگاهم که حالا یه نوری زد اینجا برای ما. بریم ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. فیل فودن در راه است یا نه؟ فیل فودن، فیل فودن، فیل فودن، فیل... وای وای لیگ انگلیس. ولی ماتیوس کونیا، حالا بد نیست، ماتیوس کونیا هم تونستیم بگیرم. آره خوبی داره، بوستر هم هستش. این اولین بوستری که من تو نگاه تونستم بگیرمش از این پکو. اولیشو که از این ردیف وسط بهمون داد درست کنار گارناچو بودش. یه یعنی از کوچول آمارش هم اگه چک بکنیم، اینم گل پلر مثل فیل فودن آمارش واقعا خوبن. بال کنترل و دریبل و تایت ایناش که واقعا خوبه. یه فینیش 84 دارید پس ام اف هم داره بازی میکنه. اسپید و اگزشنش واقعا خوبن. حالا تو ترکیب اگه بره فکر کنم اسپیدش بیشتر هم بشه. بریم برای سکه و صد سکه اول با هم دیگه امتحان بکنیم. امیدوارم که دیگه این سری بره سراغ فیل فودن. یه بار که رفتیم سراغ انگلیس، آیا برای دومین بار میره سراغ انگلیس؟ من که نمیدونم. بریم ببینیم داخل ورزشگاه و کنامه ببینیم که چی آشی واسمون پخته. خدا کنه که فیل فودن باشه. یه بار دیگه برو انگلیس کنامه. یه بار دیگه برو انگلیس. این بار باید بره منچستر، این بار باید بره منچستر. نه نه نه، ایتالیا، ایتالیا رفته و دیمارکو رو تونستیم در بیاریم. اوکی اوکی، خیلی هم عالی. دیمارکوی کراس اسپشیالیست رو تونستیم در بیاریم. واقعا به درد میخوره دیمارکو با این کله کچلش. حیف واقعا که کنار این فیل فودن داد کنم. یه خورده ورتن میتونستم فیل فودن رو بگیرم. یه کوچولو هم دیمارکو رو چک بکنیم. کراس اسپشیالیست و آمارش که لوفتد بالا 90 میتونه بگیره تو ترکیب اگه بره و اسپیدیناش هم میتونه بالا 90 برسه. صد توی دوم بریم با هم دیگه ساین بکنیم به امید گرفتن فیل فودن. ولی میدونم که شانسم خیلی کمه. از همون ردیف بالا یه بازیکن بهم داده دیمارکو رو کنار دیمارکو. حالا فیل فودن خیلی واقعا بعیده دیگه دوباره بره سراغ فیل فودن. ولی این دیسان رو بریم با هم دیگه بزنیم. ازم اینجا من میبینم قرمز پوشیده و شماره 17 یوری فکر کنم اسمش، از همون ردیف پایین داد متاسفانه. آخرین بازیکن پک رو بهم داد کنم یوری رو. خب دمش گرم، دمش گرم. فقط این یه دونه آخری یه بازیکن خوب بهم بندازه. برو سراغ فیل فودن، خواهش میکنم ازت کنم. 3-2-1 به امید گرفتن فیل فودن از این پک. خب 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 ورزشگاه که دوباره یه رنگ آبی و بنفشی به خودش گره. ببینیم که میتونه بره دوباره سراغ لیگ انگلیس. فکر نکنم بره سراغ لیگ انگلیس. وای 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 وای، یه لحظه من دیدم که آبی پوشیده. ولی کراسخیلیا در اومده. کراسخیلیای ناپولیا رو تونستیم بر بیاریم که اوکی، بد نبود واقعا، پک بازیکن خوبی بود. بیاریمشون تو این ترکیب. اول از همه دیمارکو رو من به جای انسو فاتی بیارم که میتونه به اوور 97 برسه. بعدی هم که کونیا رو بیاریم به جای کدوم یکی، به جای ذخیره ها کونیا رو من اضافه میکنم، مثلا به جای مارادونا. همینطور یه دونه کراسخیلیا میتونستیم از اینجا در بیاریم که اینم اضافه بکنیم، مثلا به جای این یکی بازیکن. کراسخیلیا اوور 98 رو داریم با پلنگ سال پرولفیگینگر. بریم سراغ استاتاش که حالا بال کنترل 86 داره، دریبلینگ 93، تایت 89 و لوپاس 80 داره که تو این قسمت بد نیست. فینیشینگش هم که 83 و زیاد جذاب نیست فینیشینگش. کرلش هم که حالا 81 که فقط یه سرعت و اگزشن واقعا خوبی داره، 90-92 اسپید و اگزشنشه. خب آقا بریم سراغ اکانت دومی که اینجا دو تا بازیکن میتونیم در بیاریم. 100 سکه و یه دونه شانس رایگان. بریم سراغ استاد کانترکت و این سری دیگه میخوام اینجا فیل فودن در بیارم. بریم اول از همه خیلی سریع سراغ شانس رایگان. اول از همه من یه بار فقط بذارم رو خود فیل فودن یه آمار چک بکنم. توی کانت قبلی که اصلا کاری نکردیم با بازیکنان، به هیچ کدوم هم ضربه نزدم و اینا. بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم با شانس رایگان. امیدوارم که بره سراغ فیل فودن. برو سراغ فیل فودن. آها استادیوم که خوشگل شده. حالا ببینیم که میتونی فیل فودن در بیاریم یا نه. انگلیس، انگلیس آبی پوش، انگلیس آبی پوش، انگلیس. وای 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 وای، رفتش لیگ سامبا. اصلا دروازه‌بان داد وضعی آخه کنم. من اینو خب کجا بسارم آخه سامبا رو؟ همون آخرای پک یکی مونده به آخر بازیکن بهم داد کنم. واقعا دمش گرم.
بریم صد سکر هم بزنیم با هم دیگه. امیدوارم که این سری دیگه بره سراغ ردیف بالا و فیل فودن رو بهم بده. بریم ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. 3 2 1 کنامی فیل فودن. ورزشگاه مثل سری قبله، نورانی ایناش مثل سری قبله. فیل فودن در راه یا نه؟ فیل فودن در راه یا نه؟ لیگ انگلیس باید باشه، لیگ انگلیس باید باشه. نه. فیل وای فیل فودن رو تونستم بگیرم. پشمام، دمت گرم کرامی، واقعا دمت گرم کرامی. خیلی باهم خوشحالم کردی، یه صد سکه زدیم تونستیم فیل فودن بوستر رو بکشیم بیرون. حالا وقتشه که فیل فودن رو بیاریمش توی ترکیب. اول از همه بریم سراغ ذخیره ها به جای فران تورس و بیاریمش توی ترکیب اصلی به جای ماکیز. الان ترکیبی شد اینجوری، هم آرمف هم المف جفتشو هول پلرن، هم امباپه و هم فیل فودن. بریم سراغ آماراش، بریم سراغ قسمت پلیر دیتیل و فیل فودنی که 23 سال است و هول پلیر پلینگ استایلشه. بریم سراغ حالا استاتش که بول کنترل 94 داره، دریبلینگ 94 داره، تایت 92 داره که خیلی تو این قسمت عالیه، پاسینگاش هم لوپاس 80 داره که خوبه ولی لفتش حالا زیر 80 داده، 72 که دو قسمت. حالا اسکیلاش هم ما پینگ پونگ کراس نداریم، شاید نتونه خوب سانس رو بکشه رو دروازه. بریم سراغ بقیه استاتش که فینیشینگ 90 داره، خیلی عالیه برای فیل فودن فینیشینگ 90ش، ولی خب کرلش دوباره زیر 80، ولی کیکینگ پاورش رو من نگاه کردم، کیکینگ پاور خوبی داره واقعا، کیکینگ پاور 86 داره که میتونه کارو در بیاره واسه من. اسپید 84، اکسلریشن 92 که سرعتش هم سرعت مناسبیه و یه بالانس فوق العاده عالی، بالا 90-91 بالانس داره که خیلی واقعا میتونه به درد بخوره این بالانسه و خیلی میتونه خوب عمل بکنه. بوسترش هم حالا دیروز دیدیم که شوتینگ پلاس 3 هستش که میاد بول کنترل و فینیشینگ و کینگ پاورش و همینطور فیزیکال کانتکتش 3 تا اضافه میکنه. این هفته هم که فرمش A هستش میتونن قشنگ باش بازی بکنن، فرمش A. خب بچه‌ها از این ویدیو دارم که لذت برده باشی، من خودش که خیلی لذت بردم. این کانت اولی که واقعا باشون خوبی تونستیم بگیریم، اینجام که با دو تا تلاش یه دونه فیل فودن خوشیل و مشی تونستیم بکشیم بیرون. تو اسناد کامنتو بگید که اگه رفتی سراغ این قرعه کدوم بازیکن تونستی در بیارید و خوش شانس بودید یا نه. لایک و کامنت واسه رو میدونن که میذارید. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.